اما جواب بگو، شما نمیگی من اشکال دارم، شما میای میگی من صاحب نظر شدم. عزیزان شما هم مثل من رجوع کن به حدیث. میگم کدوم حدیث؟ بیا ببینم این حدیثو بخون برا من، دو تا حدیث بخون. میگی من ترجمهشو بلدم. شد مگه؟ این شد تقلید دیگه. تقلید یعنی خودت میگی. من لایحه رو داری بیار، من لایحه رو اونجا میگم، من از کتب مشهور بیار بگم، من لایحه رو بیار. ایشون چی میگه اونجا؟ ببینین چی میگه، بخونین مشهور مؤولون علیها رو بیارین اونجا. چشمات نمیبینه، ترجمه هم نداره، سخت برام. ترجمه داره بابا، کتاب ترجمه است. کتاب ترجمه اونم داره. اینا کی ترجمه کرده؟ آقای فاطمی ها میگفت خیانت کردن این کتاب حدیثی رو ترجمه کردن. برای شما خیانت حساب میشید. الان میبینم برای شما خدمت کردن. حاجی جان اینو بیار برام. نه اون چیزو مشهورو میخوام بیاری. کاری ندارم مثلا بخون، اشتباه بخون، درست بخون، نمیخوام دیگه. اون دوستان خودت که اقرار کردی من عربی بلد نیستم، اون اصلا کاری ندارم. تو عربی بلد نیستی و فارسی میخونی، اونو که خودت میدونی همه میدونن، دوستان هم میدونن. چشمات شو... میبینی چیز شده؟ چشمات هم میبینه، درست میشه. ببینید اون الان دیدیم میگه مشهور، کتاب مشهور. آره مطالبی هم که گفتین رجال، گفتم ببینید وقتی میخواین شما اصول رو نقد کنید، عرفان رو نقد کنید، فلسفه رو نقد کنید، شما باید از هم مثلا الان میخواین فلسفه رو مثلا نقد کنید. من خودم الان فلسفه رو که نقد میکنم یا میپذیرم، اسفار رو دیدم، مرحوم حاجی رو دیدم، بدایه رو دیدم، نهایه رو دیدم، همه اینا رو دیدم، کتاب‌های آقای مطهری هم دیدم، تمام ادله ای که بوده دیدم، مثلا در مورد اصالت الوجوب مثلا 50 تا دلیل رو دیدم. گفتم آقا اینو میپذیرم یا نمیپذیرم. ولی اگر فقط بیای اسفار رو ببینی بگی که این اشتباه، این اشتباه، چون شاید دیگه مطلب تو اسفار نباشه، تو مثلا شواهد باشه، توی مثلا حاجی باشه. پس اینو باید من میخوام بگم، شما دوستانه میگم، دوستانه میگم، دوستانه میگم، دوستانه میگم، همین امشب هم من یعنی ثابت شد، هم گفتم آقا عربی بلد نیستیم، از اون طرف خودت گفتی قاموس و رجال و نفت عربی. خب آخه اصلا ببین این الان سوالات که بابا... ما میخوام یعنی روایات عربی رو بخونیم، ولی نیاز نیست عربی بلد باشیم. اینم یه چیز جدیدی بود. سید علی بابا همین حرفو میزد، میگفت من ادبیات عربو از امتم برداشتم. شما با روایات، با گزارشات کتاب رجال نجاشی میرید سراغ کتاب کافی. خب این هم بازم بعضیش سند داره، بعضیش مرسله. جواب شما الان، من الان میام از همسایه شما، میخوام دخترم بدم به همسایه شما، میام از شما که سده هستین تو، میگم که آقا این همسایه پسر شما درست یا درست نیست. خب شما میگین که خب از کجا بدونی من درستم؟ چون میدونم که شما درستین، چون من میدونم شیخ طوسی و شیخ نجاشی میدونیم که اینا افراد سقه‌ای هستن، اینا برای ما محرزه، برای شما هم محرزه، برای ما هم محرزه. شیخ طوسی، شیخ نجاشی، آقای کشی برای ما افراد راستگویی هستن. شما میگین از کجا بدونیم اینا درست میگن؟ اینا که میدونیم درست میگن، مثلا اینا مشخصه، سیرهشون مشخصه، میدونیم. مگر این شما اشکال کنین کی گفته شیخ طوسی سقه است؟ الان من میگم آقای سلطانی، این برادر شما، برادر شما، این همسایه شما آدم خوبیه یا آدم خوبی نیست؟ میخوام قرض بدم. میگه آدم خوبیه. شما میگی از کجا میدونی که سلطانی آدم خوبیه؟ خب مشخص رفیقم بوده، میشناسن. شیخ طوسی هم مثل آبه برای ما، از مرتکزات ماست که شیخ طوسی آدم درستگویه. قطعا شیخ طوسی هم اشتباهاتی داره، شیخ نجاشی هم، همه‌مون داریم، ولی این اشتباهات اونقدر کمه که به چشم نمیاد. اگه این اشتباهات هم نبود که طرف معصوم میشد دیگه. ما الان باید این اشتباهات باشه که هممون اضطرار داشته باشیم به اومدن حضرت صاحب، مگر نه؟ اگه طرف هیچ اشتباهی نداشته باشه، اشتباهات بزرگان هم گاهی بزرگه، اینا من قبول دارم، یه وقتی بزرگی هم یه سوتی، ولی یه سوتی رو بزرگش نمیکنن که آقا ای وای بیا ببین اینا. همه شما که من میگم از اول شرح عروه، از امروز برو شروع کن، بخواب، استراحت کن، از اول شرح عروه ببین تا آخرش. اگر شما تونستین 10% مطالب پیدا کنین، بعد بیا برام بگو. این که شما الان آقای دوستان بیا من راهشو، اشکالات علم رجال تو همین آیت الله گوگل سرچ کن، اشکالات علم رجال 20 تا اشکال میاد، اشکالات علم اصول، اشکالات مکتب صدرا، اشکالات مکتب اشراق، اشکالات ابن عربی، اشکالات فلان، اینا که کاری نداره، با یه سرچ میتونی بیاری 4 تا موج کتاب جمع کنی، بعد رفرنس ها رو هر کتابو باز کنی، بگم بخون، بگی که نه چشم در رفت، بگم بخون، بگی که نه فلان شد، اون که نشد سلطان جان. میگم شما میگی به حدیث مراجعه کن، بعد میری به ترجمه مراجعه میکنی، ترجمه خودش تقلیده. عربی من میگم برای شاید تو تلفظ ایراد داشته باشم. خب تلفظ ب... نه الان قرب چه معناییه؟ قاف را عین، قرع، قاف را عین. الان میگه زنا، قرع هم به معنای پاکیه، ببینید قرع هم به معنای حیزه، هم به معنای پاکیه. الان از کجا میگه؟ شاید یه مترجمی اومد به پاکی ترجمه کرد، یکی هم به حیز ترجمه، کلن حکم متضاد میشه. از کجا میتونی بفهمید؟
مگر اینکه خودت به اون زبان تسلط داشته باشی، قرائن رو ببینی. بالله و بالله دارین ادعای علمیت میکنین، خودتون به ترجمه مراجعه میکنین. ما نرفتی کتابهای رجالی رو بخونی ببینی این اشکالات جواب داره یا نه. چهار تا اشکال به ذهنت رسیده یا سرچ کردی یا یکی بهت گفته. خب به جای اینکه بری ببینی رجالیون به این جواب دادن یا نه، اومدی زود اینو استوری کردی. آقا ببین من اصلا چرا دوازده تا اشکال داری دیگه شما؟ دوازده تا اشکال تو ایناش برای آقای اسمش هم نمیگم، به یکی از طلبه ها فرستادی سلطان جان. دوازده تا اشکال تو من اینجا نوشتم، ببین بیا بیارم. نه یکی از طلبه ها فرستادی، من دوازده تا اشکال تو نوشتم اینجا. آقای فتی گوش کن یه لحظه. گوش میکنم. ایرادات، ببخشید ایرادات میگم، ادله محدث نوری رو خب جمع کردن در باب اینکه ایشون مثلا کل روایات کافی و صحیح میدونن. درست. خب نظرات آقای شوبری زنجانی هم هستش. درست. وقتی من میذارم پیش همدیگه آدم رو قانع نمیکنه، بس لج و لجبازی نیستش که. احسن. باید اینجا چیکار کنیم؟ بریم ببینیم قاموس و رجال چی گفته، تنقیح المقال چی گفته، آقای ابتهی چی گفته تو رجالش. همه رجالیون رو ببینین، اگر قانع نشدین درسته. ولی اصلا شما قاموس و رجال یه جایش واقعا بخونین نمیفهمین. ترجمه هم نداره. من بحثم اینه. من میگم آقا شما بیا بگو فتحی من اشکالم اینه، اشکالمو جواب بگو. شما نمیگی من اشکال دارم. شما میای میگی من صاحب نظر شدم. عزیزا شما هم مثل من رجوع کن به حدیث. میگم کدوم حدیث؟ بیا ببینم این حدیثو بخون برام. دو تا حدیث بخون. میگی من ترجمهشو بلدم. شد مگه این شو تقلید دیگه؟ تقلید یعنی خودت میگی رساله فارسی نخون، خودت حدیث فارسی میخونی. عجیبه واقعا. نه ببین الان شما فکر میکنید الان من یه سوالی پرسیدم همه سوالا جوابش رو ندادید. طرف که میتونه حدیث جعل کنه، اگر قرار رجال باشه سندش رو هم جعل میکنه. ما مگه انکار کردیم؟ ما گفتیم میشه، ولی ما فقط اگه صحیح و سند بود با اعتقادات ما میذاریم کنار. ما اینو قبول کردیم از شما. من گفتم اگه صحیح ما مثلا خب شاید طرف اصلا یه جوری مثلا چپوندش. خب کجا بدونیم شایدم تو اون کتاب چپونده، تو اصول اربعه یه جور چپونده. آقا تو اربعه مگه نمیگین هزار تا بوده؟ شما میگین هزار تا اصل بوده، شده 400 تا دیگه، درسته؟ دو نفر اومدن پول دادن دو تا مطلب چپوندن تو اون 400 تا کتاب، نمیشد؟ اونم احتمالش. من میگم که رجال توانایی سنجشه، اعتبار سنجی روایات رو نداره، حتی به تنهایی نداره. ولی کنار هم بذاریم عدل، ببینیم ما فقهمون، شریعتمون نظام قرائنه، ما قرائن داریم. یعنی شما یه قرائن مختلفو کنار هم میذاری به یه نتیجه میرسی. ولی تو این قرائن شاید شما رجال رو قبول نگفتم. آقا جان الان آقای بروجردی رجال رو به معنای سند قبول نداره، درسته؟ ولی ایشون هم فقیهه، این قرینه رو قبول نداره، ولی قرینه اجماع رو قبول داره، قرینه شهرت رو قبول داره. آقای خوی قرینه اجماع و شهرت رو قبول نداره، قرینه رجال رو قبول داره. قرائن دیگه، این اون قرینه رو قبول نداره، این اون یکی قرینه رو قبول داره. پس هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. اصل حرف ما این بود که اگه رجال ثابت بشه رد بشه، فقاهت سر جاشه. چرا ما اکثر، اتفاقا اکثر فقهای ما موثوق و سندی نیستن. ما فقهامون آقای رضا همدانی، آقای حکیم، امام خمینی، آقای ارزم به حضور شما مکارم الان، آقای سبحانی، آقای وحید، آقای سیستانی، آقای سی صادق، آقای قلپایگانی، آقای شبیری، همه اینها موثوق و سندی نیستن، موثوق و صدوری هن. ولی شما میگین که اگه طرف موثوق و سندی نبود یه فقاهت رفت رو هوا. این اشتباهه، این تهمته به همه فقها. باید به روز قیامت واسی هر فقیه بیاد بگه آقا ببخشید. نه بحث برای دو دقیقه اول لایو آقای سلطانی با آقای حبیب‌پور رو ببینیم. میگه بسم الله الرحمن الرحیم. آقایون تو شبکه ولیعصر اومدن خواستن مرجعیت رو درست کنن، گفتن علم رجال، چون علم رجال تخصصیه و میدونن که تخصصیه و مردم نمیتونن اینو بفهمن، اومدن گفتن باید تقلید بکنین. خب نه، رجال این اشکالاتو میگم، چهار تا کتاب داریم اینا رو میگم، پس حل شد. ما عرضمون اینه آقای حبیب‌پور، همه حرفات درست، رجال رد، باز ربطی به فقاهت نداره. این ربطی نداره به فقاهت. چرا؟ چون ما اکثر فقهامون رجال رو به عنوانی که رجالی که آقای خویی قبول دارن قبول ندارن، به فقیهن. چرا الکی تو من گفتم مثلا بحث سر فقاهت و این مسائل نیستش که با رجال شما مردم رو اصلا آقا تو لایف اینجوری میکنی، هی سر تو اونجا حرف میزنی. با رجال مردم رو از حدیث میترسونن، حدیثی که برای عوام نوشته شده الان تبدیل شده، یعنی پوری کرد. من رجالیم خب کلینی رو میخونم، تهذیبم میخونم، شما ترجمه هاشو میخونی، من رجالیم نمیترسونم. آقای وحید صبح تا شب حدیث کلینی میخونه، آقای سبحانی صبح تا شب حدیث کلینی. ما کی میترسونه؟ کی ترسونده؟
ما مگه گفتیم حدیث بده؟ حدیث رو هر کی رد بکنه آدم احمقیه. کی گفته حدیث بده؟ ما میگیم آقا حدیث درست، قرائن دیگر هم میبینیم، حدیث گفته خودتو بنداز از چهار طبقه پایین. باید قرائن هم ببینم، ببینم بندازم یا نندازم. شما میگین نه، گفت بنداز، بسم الله بنداز. مثل همین چیزی که رجالی گفت سره، من میگم آقا رجالی هم گفت کاری ندارم، کلینی هم گفت کار. رجالی و کلینی و همه اینا رو جمع میکنم ببینم چی میگن. و کاری که فقهای ما میکنن اینه. توجه میکنین کاری که فقهای ما میکنن اینه. ولی شما دور نشستین، نه درس رفتین. من الان از شما میپرسم آقای سلطان، شما پیش کی درس خوندید؟ دو تا استاد به من، اینو که نمیگم شما برو حوزه، اصلا حوزه نرو. الان من کلاس گذاشتم، دوستان گفتن نیازه، آقا بگو من پیش فتی اومدم این کلاس، اینو گذروندم. شما پیش کی درس خوندیم؟ پیش هیچ کی. پیش کی تلمس کردیم؟ پیش مگه میشه شما الان خودتون میگی من برق خوندم؟ مگه میشه معلان همینجوری من الان آقای من میگم آقا شما الان یه مطلب برق رو بگو، بگم قبول ندارم. میگه بابا شما مدرک چیه؟ از کجا قبول نداری قبول داری؟ الان مشکل ما تو این جامعه چیه؟ همین دیگه. میگم آقای آقازاده است، مدرک مرتبط نداره، دادن پل بسازه، پل اومده پایین. الان شما بابا پلو ول کن، با دین مردم داری بازی میکنی. آقای سلطانی شما نه استاد دیدی. آقا من اصلا استاد ول کن، اصلا رحیم پور از قدی الان هست مگه؟ مثلا چیزه الان آقای علامه مصطفی، علامه مصطفی از تحقیق نوشته، امامه هم نداشت. علامه مصطفی از تحقیق نوشته، تفسیر نوشته، نه امامه میخواد. آقای میم ها میگفت آقا نه باید آقا حوزه نه. الان من دوستانی دارم نه شهریه میگیرن نه بیمه هستن نه حوزه ثبت نام کردن، اومدن تو حوزه آزاد درس خوندن، مولا هم هستن، مستعد هم هستن. آقا جان نه عالم دیدی، نه عربی بلدی، نه رجال دیدی، نه اصول دیدی، نه عرفان دیدی، نه فلسفه، فقط داری رد میکنی، فقط رد میکنی که چی بشه آخرش؟ بابا داری تشیع. آقا جان من اینو بگم و تمام، تشیع یا اخباریه یا اصولیه یا تفکیکیه یا حجتی هست یا فلان یا فلان دیگه. تفکیکی رو زدی، اصولی رو زدی، همه رو زدی. اون کسی که از دور میبینه میگه بابا همه زده شد دیگه، ما بریم وهابی بشیم. بابا جان یه کاری نکن همه برن وهابی بشن، 4-5 نفر موندیم ما، 4-5 نفر هم شما میخواد پرش بدیم، بیا پرش بدیم بره. ما در خدمتیم دوستان، دقیقه دوستان بیان بالا. وهابی که بابا از اون شما ها باعث شدیم مردم وهابی بشن. ما باشه، ما اگه هر کی من باعث شدم لعنت خدا بر من، اگه نه. شما باعث شدین لعنت خدا بر شما. یه تحدی هم کردم. بله نه نه شما رو که نمیگم. چی؟ آره اتفاقا اگه وهابی در ببین، من گفتم آقا جان اون روز یه بنده خدایی گفت که از اخباریا داعش، من گفتم از اخباریگری منهای تقوا داعش در میاد، از قطع قطع هم منهای تقوا داعش در میاد، هم از اصولیش در میاد هم از اخباریش. ولی از اخباری امین استرابادی صاحب حدائق نماز شب خون در میاد، از آقای خویی نائینی اصولی هم نماز شب خون در. چرا؟ چون ما یه اصل اساسی داریم، میگیم فقیه چه اخباری باشه، عالم چه اخباری باشه، چه اصولی باشه، باید عادل باشه. من کان من الفقها صائنا لنفسه مطیعا لامر الله مقاتل العوام یقلدو. از این عالم گفتن تقلید کن، نه از عالم نزول خور، نه اون که امامش اینقدر ریش، نه ریش ملاک، نه امامه. عالمی که این خصوصیات بگرد، این خصوصیات رو پیدا نکردی از شما بریه. ولی عالم این 5 تا شاید شما بگید آقا فلانی تو همین قوم الان 200 مرجع تقلید، شما چند تاشو دیدی؟ ندیدی. شما 200 مرجع تقلید، الان مرجع تقلید داریم اجاره است، تو همین قوم مرجع تقلید داریم، رساله عملیه داره، اجاره است، اجاره است، اجاره است، رساله عملیه داره. شما اونم دیدین؟ ندیدین که فقط دارین بهتان میزنین، میگه شما مردم وهابی کردین، اینم بهتان جدید. ما در خدمتیم. نه خواهش میکنم. خوب بخوابی.